سرخط خبرها. سازمان ملل باید چین را پاسخگو قرار دهد به خاطر رفتارهای خودش. آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ترامپ از کوتاهی چین در توقف شیوع کرونا انتقاد کرد. گوترش درباره جنگ سرد جدید هشدار داد. اینجا در سازمان ملل نشست مجمع عمومی برای اولین بار در سایه کرونا مجازی برگزار می شود. ادامه گمان زنی ها درباره انفجار تاسیسات هسته‌ای نتنز. سخنگوی دولت میگوید به احتمال قوی کار افرادی در داخل بوده. برقراری محدودیت های تازه در انگلستان در پی افزایش آمار مبتلایان به کرونا. کسانی که می توانند باید از خانه کار کنند و رستوران ها و میخانه ها هم از 10 شب به بعد تعطیل می شوند. و در پایان هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، شانس صعود سپاهان از دست رفت. پرسپولیس محکوم به برد در بازی آخر. سلام، از بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون حضور رهبران و هیئت‌های دیپلماتیک در نیویورک آغاز شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نخستین نشست مجازی مجمع عمومی رو افتتاح کرد. رهبران جهان اما سخنرانی‌هاشون رو از قبل ضبط کرده و برای پخش فرستادن. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که ساعتی پیش سخنرانی میکرد، بر دستاوردهای دولتش به ویژه در زمینه برقراری صلح در خاورمیانه تاکید کرد و گفت دولت چین هم باید به دلیل کوتاهی در متوقف کردن ویروس کرونا پاسخگو باشد. سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم حدود ساعت 9 شب به وقت تهران امشب پخش میشه که اون رو هم زنده پخش خواهیم کرد. بهمن کرباسی همکار من از روبروی سازمان ملل با ما هست. بهمن، تو هم سخنرانی آقای ترامپ رو گوش کردی، او به شدت به چین حمله کرد. یک سخنرانی انتخاباتی بود با برای افکار عمومی آمریکا، با توجه به اینکه 41 روز با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. همون استراتژی که در تبلیغات داخل انتخابات آمریکا دیدیم از آقای ترامپ که حمله به چین است و تقصیر شیوع کرونا رو به گردن پکن انداختن، اینجا هم در سخنرانیش بود. به شدت به چین حمله کرد و انتقاد، نه فقط به خاطر کرونا، بلکه متهمش کرد که کشوری است که آلودگی‌های گسترده در سطح بین‌المللی و محیط زیست ایجاد می‌کنه و همچنین در شیوع کرونا نقش داشته و اونطور که باید شاید عمل نکرده. درست در مقابل حرفایی که آقای گوترش، دبیر کل سازمان ملل، زد که خواست از کشورها به نهادهای بین‌المللی رو تقویتشون بکنن، همکاری و انسجام بین‌المللی رو افزایش بدن، آقای ترامپ باز به سازمان بهداشت جهانی انتقاد کرد و همچنین گفت اگه سازمان ملل میخواد کارش رو درست انجام بده، به لیستی از اقداماتی که از دید آقای ترامپ بعد گامهایی که بعد برداره رو ارائه داد. در نتیجه بسیار متفاوت بود از اون تقاضایی که آقای گوترش کرد. تاکید او بر این بود که او تونسته در منطقه خاورمیانه صلح ایجاد بکنه، همین اشارش به توافق عادی سازی روابط دیپلماتیک بین بحرین و امارات با اسرائیل بود و همچنین اینکه در آینده تعداد دیگری کشورها هم خواهند پیوست و یه اشاره خیلی گذرا به ایران، خیلی مفصل نبود، فقط یادآوری این که از توافق بد برجام خارج شدم، به سخت‌ترین تحریم ها رو گذاشتم روی ایران که از دید آقای ترامپ گفت بزرگترین حامی تروریسم در جهان هست و ترور قاسم سلیمانی، ولی دیگه هیچ نپرداخت به ناکامی دیپلماتیک آمریکا در هفته گذشته، برخلاف وزیر خارجه‌اش و سفیرش که در روزهای گذشته به شدت به اعضای شورای امنیت تاخته بودند، مخصوصا کشورهای اروپایی. آقای ترامپ اشاره به اونها نکرد و عبور کرد، همینقدر یادآوری بود به آنچه که در مورد ایران کرده در سالهای گذشته. همزمان با صحبت‌های تو، رجب طیب اردوغان سخنرانی می‌کرد در طول 20-25 دقیقه گذشته. فکر می‌کنم اون یکی از رکوردداران رها نکردن میکروفون در مجمع عمومی سازمان ملل هست. سخنرانی الانش هم خیلی طولانی بود. چطور امسال این ترتیب زمانبندی و اینها رعایت شده، به خصوص با توجه به اینکه قرار بوده که رهبران سخنرانیشون رو ضبط بکنن و بفرستن؟ این سخنرانی‌ها ضبط شده، فرستاده شدن، در اینکه زمانش از قبل
به تبع برای برگزار کنندگان مشخص بوده. امسال اینجا نه خبری از هیئت دیپلماتیک هست، نه خبری از نیروهای امنیتی و حفاظت بالا هست، کسی اینجا نیست غیر از تعدادی از ما و تعدادی از رسانه ها. همه این ویدیوها از قبل آمده و داره پخش میشه. همونطور که اشاره کردی، آقای اردوغان که تموم شد الان رهبر چین داره حرف میزنه و بعد در طول روز رئیس جمهور فرانسه رو خواهیم داشت، همچنین روسیه، در نتیجه 4 کشور عضو شورای امنیت، آمریکا، روسیه، چین و فرانسه و ایران و کوبا هم جزو کشورهایی هستند که سخنرانی میکنن، به اضافه آقای اردوغان از ترکیه، رهبر قطر هم صحبت میکنه، در نتیجه بازیگران منطقه‌ای هم تعدادی از اونها هستند. در مجموع سخنرانی روز اول سخنرانی بسیاری از کشورهای سنگین وزن است، ولی در مجموع همچون که گفتن هیچ شباهتی به حالت عادی شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل نداره و در همین حد هست که این سخنرانی ها پخش میشه. نه هیئت های دیپلماتیک میتونن در حاشیه‌اش دیدار بکنن، نه نهادهای مدنی اینجا حضور دارن و نه اون حالت عادی جمعیت زیادی که در مجمع عمومی میان و شرکت میکنن. البته تعدادی از دیپلمات ها داخل سالن بودن برای افتتاح مراسم، با فاصله گیری اجتماعی نشسته بودن و به صحبت های آقای گوترش گوش میدادن. ممنون ازت. به من همزمان که با صحبت های تو نماینده چین رو هم داشتیم میدیدیم که داره صحبت میکنه و صحبت های اونها هم قطعا جالب هست و سعی خواهیم کرد. به من هم میدونم این سخنرانی رو گوش میکنه و با ما در بخش های بعدی خبری به ما خواهد گفت چه خواهند گفت. ممنون از تو به من کرباس. سخنگوی دولت ایران میگوید انفجار و آتش سوزی در تاسیسات هسته‌ای نطنز ممکن است کار افرادی در داخل بوده باشد. به گفته علی ربیعی این حادثه قطعاً در اثر خرابکاری رخ داده، اما به علت پیچیدگی این خرابکاری چند دستگاه امنیتی در حال بررسی اون هستند. انفجار در تاسیسات نطنز 2.5 ماه پیش رخ داد. در اون زمان مقام‌های ایران گفته بودند که علت رو میدونن، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اون رو اعلام نمی‌کنند. باران عباسی گزارش می‌دهد. تاسیسات هسته‌ای نطنز 12 تیر. انفجار در یکی از مهمترین مراکز غنی‌سازی اورانیوم ایران. تصاویر ماهواره‌ای از آسیب جدی به ساختمانی در شمال غرب این مرکز حکایت داشت. همینطور که دارید می‌بینید، واکنش مسئولان اما ابتدا تلاش برای کوچک نشان دادن حادثه و پنهان کردن جزئیات آن. از جمله شورای عالی امنیت ملی که یک روز بعد از انفجار اعلام کرد علت را می‌داند ولی به دلیل ملاحظات امنیتی نمی‌گوید. ببینید اتفاقی که در نطنز افتاد متاسفانه تا چند هفته پیش و توضیحات کلی و بدون بیان جزئیات از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، اتفاقی است که جنبه خرابکاری داره. تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل رو کشف کردن. سلام و عرض ادب دارم خدمت. حالا نزدیک به 3 ماه بعد سخنگوی دولت برای اولین بار از احتمال دست داشتن افرادی در داخل کشور در این حادثه سخن گفته. یکی از فرضیه‌های قوی متکی بر این است که عناصر داخلی در این ماجرا دست داشتند. در این ماجرا خرابکاری قطعی است. به علت پیچیدگی در این خرابکاری فرضیه‌های زیادی در مورد حادثه نطنز وجود دارد. چند دستگاه امنیتی در بخش‌های مختلف موضوع را بررسی می‌کنند. یکی از این فرضیه‌ها احتمال دخالت گروهی است که خود را یوز پلنگان وطن می‌خواند. گروهی که ساعتی پیش از انتشار اولین خبر درباره ی حادثه نطنز در بیانیه‌ای که به دست بعضی از روزنامه‌نگاران بی بی سی رسید، از این حادثه به عنوان عملیات یاد کرد و مسئولیت آن را به عهده گرفت. گروهی که می‌گفت داخل دستگاه‌های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارد. هرچند که بی بی سی نمی‌تواند صحت این ادعا یا هویت این گروه را تایید کند. فرضیه دیگر احتمال دخالت اسرائیل است. فرضیه‌ای که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی در خاورمیانه مطرح کرده. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست هم این حادثه را یک خرابکاری فیزیکی با هدف هشدار به ایران خوانده بود تا از خطوط قرمز در برنامه هسته‌ای‌اش عبور نکند. نطنز تأسیساتی عمدتاً زیرزمینی که سازمان انرژی اتمی پارسال اعلام کرد سانتریفیوژهای نسل جدید IR6 را در آن فعال کرده. یکی از گام‌های تهران در راستای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش. در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و آنچه تهران عمل نکردن طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به تعهداتشان می‌خواند. حرف از خرابکاری صنعتی در نطنز آذر ماه پارسال هم مطرح شد.
بعد از اینکه ایران یک بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی را به همین اتهام اخراج کرد. توضیحات مقام های ایران درباره ی حادثه نطنز از یک آتش سوزی ساده به خرابکاری و مسئله امنیتی تبدیل شده، اما جزئیات آن همچنان مشخص نیست. رویکردی که به نظر می رسد حاصل تلاش حکومت برای پنهان کردن ضعفش در حفظ امنیت یکی از مهمترین و پرهزینه ترین تأسیسات کشور باشد. باران عباسی، بی بی سی. دو خبر کوتاه. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در صورتی که آمریکا برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت که ادعا می‌کند دوباره احیا شده اقدامی انجام دهد، ایران بر اساس اصل دفاع مشروع به آن پاسخ خواهد داد. آمریکا میگوید با به جریان انداختن سازوکار ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت، همه قطعنامه‌هایی که بر اساس توافق برجام لغو شده بود را دوباره علیه ایران بازگردانده. در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت اجازه بازرسی از کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی ذکر شده. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت ایران میگوید با جهش ژنتیکی ویروس کرونا قدرت انتقال آن در درون خانواده‌ها افزایش یافته. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت هم گفته با اینکه موج دوم این بیماری تا حد زیادی کنترل شد، رعایت نکردن نکات بهداشتی باعث آغاز موج تازه‌ای از شیوع کرونا در این کشور شده. طبق آمار رسمی در 24 ساعت گذشته 178 نفر دیگر در ایران به علت ابتلا به بیماری کووید 19 جانشان را از دست دادند. در انگلستان با بالا رفتن شدید آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا، دولت محدودیت‌های تازه‌ای برای کسب و کارها اعلام کرده. بر اساس محدودیت‌های جدیدی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در پارلمان اعلام کرد، کسانی که میتونند باید از خونه کار کنند و رستوران‌ها و میخونه‌ها هم باید از روز پنجشنبه از 10 شب به بعد تعطیل بشن. این محدودیت‌ها در حالی دوباره برقرار میشه که در اروپا هم نگرانی‌ها بالا گرفته. کسرا ناجی گذشت. دو نفر دانشمندان ارشد دولت در راه مقر نخست وزیری. این دانشمندان در جلسهشان با نخست وزیر دیروز جایی برای تردید نگذاشتند. اگر دولت اقدام نکند، تعداد قربانیان کرونا به شدت و با سرعت بالا خواهد رفت. اگر دولت اقدام نکند، تا چند هفته دیگر تعداد مبتلایان به روزانه 50,000 نفر خواهد رسید. این نمودار پیشبینی دانشمندان که میگویند باید امروز اقدام کرد تا از افزایش تصاعدی تعداد مبتلایان جلوگیری کرد. تعداد قربانیان هم از هم اکنون رو به رشد است. و این امروز نخست وزیر و اعلام محدودیت‌های تازه در مقابل پارلمان. پارلمانی که خیلی از نمایندگانش از راه دور، از خانه، از طریق ویدیو در جلسات شرکت می‌کنند. آقای جانسون امروز گفت متاسفانه بریتانیا هم مثل اسپانیا و فرانسه و خیلی دیگر از کشورها به نقطه عطف خطرناکی رسیده است. او گفت ما به آنهایی که میگویند بگذار ویروس کارش رو بکند توجه نمی کنیم. همینطور به کسانی که میگویند همه یک کسب و کارها را تعطیل کنید. نخست وزیر گفت مدارس و دانشگاه‌ها باز می‌مانند. کسب و کار ادامه خواهد داشت. در انگلستان قرنطینه کامل در کار نخواهد بود. ولی آنهایی که می‌توانند باید از خانه کار کنند. رستوران‌ها و میخانه‌ها از پنجشنبه از 10 شب به بعد تعطیل خواهند بود. در عروسی‌ها فقط تا 15 نفر می‌توانند در مراسم شرکت کنند. تا 30 نفر در مراسم ختم. پوشیدن ماسک در مغازه‌ها و اماکن عمومی بر حسب قانون اجباری خواهد بود. جریمه عدم رعایت این قانون به 2 برابر یعنی 200 پوند افزایش می‌یابد. معلوم نیست این محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از موج دیگری از شیوع ویروس کرونا کافی است یا نه. بوریس جانسون امروز گفت اگر لازم باشد دولت محدودیت‌های بیشتری اعمال خواهد کرد. هدف اما حفظ جان مردم است با ادامه کسب و کار. کسرانجی، بی بی سی. دکتر مازیار صدری، پزشک و متخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما هست. آقای دکتر صدری، شاهد چه هستیم الان در بریتانیا؟ آیا شاهد این هستیم که دولت داره عقب‌گرد می‌کنه و دوباره برمیگردیم به قرنطینه‌ای که پیشتر شاهدش بودیم؟ درود بر شما. فکر نمی‌کنم در اون حد باشه، ولی خب چیزی که ما شاهد بودیم در
روزهای اخیر این بوده که تعداد بیشتری از موارد مثبت تست رو ما داشتیم. من فکر میکنم بیشترین علتی که این مسئله رو ما باش مواجه بودیم افزایش میزان تست بوده. اگر که شما به آمار ملاحظه نگاه بکنید، ما 18 مارچ من مقاله بود که گزارش داد که ما 25,000 تست در روز میکنیم، 1 می رسید به 100,000 و من نگاه کردم آمار رو در 2 روز اخیر بیش از 800,000 تا تست کووید انجام شده در سطح UK، در سطح بریتانیا. و خب به طبع اینکه تعداد تست هایی که انجام میشه بیشتر هست، ما میبینیم که تعداد موارد مثبتمون هم بیشتر هست. علاوه بر اون تعداد مختصری ما افزایش در بیماران بخش های مراقبت های ویژه داشتیم. در حال حاضر ما در کل به قول معروف بریتانیا الان تعداد بیمارانی که در بخش های مراقبت های ویژه هستند، تعدادشون هنوز حدود 130 نفر هست که یه مقداری بیشتر هست از هفته های پیش، ولی خب به حدی نرسیده که ما بگیم به هیچ وجه شباهتی داره به اون چیزی که در چند ماه پیش دیدیم. بنابراین میبینیم که تعداد موارد بیشتر شده و خب به خاطر اینکه تعداد موارد به طور تصاعدی بالا نره، بایستی اقدام های انجام بشه که از پیشرفت سریع بیماری جلوگیری شه. علاوه بر اون بیمارانی که الان میان به علت برخورد مکرر با ویروس به هیچ وجه شدت چند ماه پیش رو ندارن. همین رو میخواستم بپرسم، شما که خودتون با بیماران در تماس هستید، این رو میبینید که عملا گرچه همونطور که میگن شیوع افزایش پیدا کرده، اما میزان کشندگی ویروس یا قدرت ویروس حداقل در انداختن افراد و شکست کردنشون کمتر شده، درسته؟ بله، اگر ملاحظه بفرمایید بر اساس مقاله‌ای که چاپ شده، به خاطر اینکه مردم از ماسک استفاده میکنن و فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن، مقدار برخورد، یعنی اون چیزی که بهش میگن وایرال لود، یعنی مقداری از ویروس که با دستگاه تنفسی تماس پیدا میکنه، بسیار کاهش پیدا کرده و ثابت شده اگر که تعداد مختصری ذرات ویروسی وارد بدن بشه به طور مکرر، این باعث خواهد شد که به مرور ایمنی پیدا شه. ما میبینیم که تعدادی که بیمارانی که الان به بیمارستان میاد، تعداد بسیار کمیشون به بخش های ICU میان و اونهایی که بخش های ICU میان به هیچ وجه از نظر شدت شبیه به اون چیزی که ما چند ماه پیش شاهد بودیم نیست. و در این حال ما در درمان‌های جدیدی مثل رندزیویر، استیرویدها و پلازما و چیزهای دیگر استفاده می‌کنیم که به نظر در بقای بیماران مؤثر میان. ممنون از شما دکتر مازیار صدری، پزشک و متخصص مراقبت‌های ویژه هستند. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در 75 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ترامپ خواستار پاسخگویی چین برای شیوع کرونا شد. گوترش درباره جنگ سرد جدید هشدار داد. سخنگوی دولت ایران میگوید انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز به احتمال قوی کار افرادی در داخل بوده. در ادامه این برنامه، در پایان هفته 5 لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، شانس صعود سپاهان از دست رفت و پرسپولیس برای صعود باید بازی بعدیش را ببرد. در افغانستان دادستانی کل و وزارت امور داخله تلاش برای بازداشت بیش از 7600 متهم را در این کشور آغاز کردند. حکم دستگیری این افراد در سالهای 1395 تا 97 صادر شده. این نهادها گفتند که بیش از 1000 متهم به جرایم مختلف جنایی، خشونت علیه زنان و فساد اداری به مناطق تحت نفوذ طالبان فرار کردند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان، از کابل با ما هست. آقای رسولی، چرا دو نهاد باید همزمان با هم جمع بشن و قواشون رو جمع بکنن برای اینکه بخوان هزاران متهم رو دستگیر بکنن؟ تا حال این متهم‌ها چرا دستگیر نشدن؟ تشکر میکنم. من سلام و احترام دارم به شما و همچنان شنوندگان نهایت محترم شما. باید عرض بکنم که خب دقیقا دولت ها تلاش میکنن تا به خاطر حاکمیت قانون، به خاطر تامین عدالت، قانون به گونه یکسان والای همگان تطبیق بکنن. طوری که شما هم میدانین و دقیقا از شرایط و وضعیت افغانستان آگاهی دارین،
افغانستان کشوری است که دچار معضلات یا مشکلات متعددی بوده. از این ناحیه لویسارمالی افغانستان در یک سال اخیر تلاش بیشترش بر تقویت حاکمیت قانون است و ما باور ما به امی است که به هر اندازه که حاکمیت قانون تقویت پیدا بکنه به امو اندازه مردم میتونه در یک فضای امن و خوب و درست زندگی کنه. شما گفتین که تعداد بذارید بیایم یه مقداری یعنی شعاری نکنیم مصاحبه رو. شما گفتین که تعداد زیادی از این متهمان فرار کردن به مناطق تحت کنترل طالبان، حتی تعدادی از اونها به طالبان پیوستن. طالبان البته این رو رد کرده. حالا چطور میخواید اونها رو دستگیر کنید؟ گزارشی که امروز نشر شد و آنچه ما در کلانتی میبینیم است که تصامیم قضاییه که از طرف ناعدالتی قضایی گرفته شده یا قرارهایی که برای گرفتاری اشخاص افراد صادر شده، این شامل تمام قرارهایی است که افراد اشخاص در قضایا دخیل بودین. این در کنار تطبیق صدها و هزارا تصامیم قضایی یک تعداد محدودی در این سالها باقی مانده. من فکر میکنم این یک چیز نو نیست در سیستم عدلی و جزایی نه تنها افغانستان بلکه کشورهای دیگر. در بعضی از کشورهای دیگر هم معمول شد به این شکل باشد یک تعداد افراد در پروسای تحقیقی از آنها اونا باقی میمانند. اما تلاش یا مسئله مهمی است که دولت چقدر اراده داره برای اینکه نه تنها کارهای پیشروی خود انجام میده، چیزایی که از گذشته هم باقی مانده بر تعقیب از او هم کار میکنند. لویسارمالی افغانستان به همی که بی‌باوری های مردم یا اعتماد مردم نسبت به نهادها افزایش بیافته، یکی دو یا سه نفری که در جریان گرفتاری ده ها نفر از پروسه گرفتاری بازماندین، ما اونا را هم گرفتار بکنیم تا از یک طرف پیام واضح داشته باشیم برای همگان که قانون به گونه یکسان تطبیق میشه و از طرف دیگه هم کسی از عدالت بیرون نمونه. اگر بخواید از این متهمان در واقع بگید که کسی که مردم بیشتر اونها رو میشناسند که اتهام بزرگتری انجام داده و فرار کرده، چند نمونه میتونید برای ما بگید؟ مثلا یکی از کسایی که شامل همی تعداد افراد بود قمندان عمومی پیشین نظم امن و نظم وزارت امور داخله بود که اونا از طرف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفویشان به مدت 8 سال زندان محکوم به مجازات شده بودند. اگر ما این به باد فراموشی می سپردیم و یک بار دیگر با وزارت محترم امور داخله این مسئله رسما سپرده نمی شد، ما شاید شاهدی می بودیم که بعضی از پروسه باقی می ماند. اما همی تلاش ما ایجاد کمیته مشترکی که در این زمینه به وجود آمده خود یکی از دستاوردهای شاید بود که قمندان عمومی امن و نظم عامه پیشین وزارت داخله را گرفتار کرد. رئیس بانوان فوتبال در مربوطات فدراسیون فوتبال افغانستان است، یکی از کسای دیگی است که شامل از این لست ما به همین شکل کسایی هستند که قاچاق برای مواد مخدر هستند، کسایی هستند جرایم مواد مخدر اونا سازماندهی میکنند، دیگر جرایم جنایی که امروز مردم افغانستان از اون ناحیه رنج میبره او جرایم اونا سازماندهی میکرده که یکی دو همکارشان گرفته شده اما برخی از بقیه فرار کردن. ممنونم از شما آقای رسولی، ببخشید وقت بیشتری نداریم. ممنون از وقت شما جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان. چند خبر کوتاه. بر اساس گزارش یک سازمان مطالعاتی معتبر آمریکایی، دولت چین صدها هزار نفر از اقلیت تبتی را مجبور می‌کند که در مرکز فنی حرفه‌ای که با شیوه نظامی اداره می‌شوند شرکت کنند. گزارش شده که تا اواسط تابستان گذشته بیش از 500,000 تبتی در اردوگاه‌های شبیه به آنچه مسلمانان اویغور به آن فرستاده می‌شوند آموزش دیدند. شرکت ایرباس از برنامه ساخت هواپیماهایی با سوخت هیدروژنی خبر داده و اونها رو نخستین هواپیماهای تجاری با آلایندگی صفر توصیف کرده. این هواپیماها قرار تا سال 2035 به ناوگان هوایی اضافه بشن. گیوم فاری رئیس اجرایی ایرباس گفته این یک تحول تاریخی برای حمل و نقل هوایی تجاری است.
پایان هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان اصفهان هم مثل شهرخودروی مشهد آخرین شانس خودش رو برای صعود به مرحله حذفی از دست داد. به این ترتیب از 4 نماینده ایران فقط استقلال و پرسپولیس هنوز شانس کمی برای صعود دارند. گزارش پوریا جعفری. بازی با العین امارات آخرین فرصت زردهای اصفهان بود تا امید خود برای صعود را زنده نگه دارند. سپاهان در دور رفت و قبل از وقفه کرونا موفق شده بود همین تیم را خارج از خانه 4-0 ببرد. اما حالا شرایط سپاهان خیلی فرق کرده. این تیم در هفته های پایانی لیگ ایران نتایج خوبی نگرفت و اینجا در قطر هم خوب کار نکرد. سپاهان خوششانس بود که مقابل العین اشتباه عجیب کمک داور در اواخر بازی باعث شد تا گل صحیح حریف مردود اعلام شود. مسابقه به این ترتیب بدون گل مساوی به پایان رسید و با این یک امتیاز از نظر ریاضی بختی برای صعود سپاهان وجود نداشت. اما انگار برای بازیکنان و کادر تازه کار سپاهان بازی کردن در این سطح تجربه‌ای مفید بوده. ما کادر فنی جدید تیم سپاهان نزدیک 2 هفته است که با این تیم داره کار میکنه و توی این 2 هفته با تغییر روشی که ما توی بازی تیممون ایجاد کردیم و از بازیکنامون خواستیم با روشی که ما میخوایم بازی بکنن از عملکرد تیممون راضی هستیم. به هر حال بازیکنامون خیلی هاشون اولین بار بود که توی چنین تورنمنتی شرکت میکردن و تجربه نوعی بود برای اونها، مطمئنن توی ادامه راه بهشون خیلی خیلی کمک خواهد کرد توی شرایط سختی که بازیکن پیشرفت میکنه. پرسپولیس اما تا اینجای کار موفق ترین تیم ایران در این بازی ها بود. جلوی الدوحیل قطر هم یک مساوی میتوانست کار صعود پرسپولیس را بسیار راحت کند. تیم گل محمدی که نمیخواست کار به روز آخر بکشد، بازی برابری را جلوی یکی از قوی ترین تیم‌های قطر به نمایش گذاشته بود. اما در یک لحظه تعیین کننده، شجاع خلیزاده دفاع پرسپولیس با اشتباه محاسبه یک پنالتی به حریف تقدیم کرد. پنالتی که گل شد و در نهایت باعث شد تا 1-0 پرسپولیس شکست بخورد. حالا پرسپولیس هم مثل استقلال برای صعود در بازی آخرش محکوم به بردن است. صعودهایی که اگر اتفاق نیفتد برگ دیگری از پرونده شوم فوتبال ایران در سال 99 خواهد بود. پوریا جعفری، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه بودید.